در طول یک سال و نیمه گذشته که طالبان قدرت را در افغانستان در دست گرفته وضعیت در این کشور به مراتب وخیمتر و بحرانیتر از قبل شده است اما اکنون یک مقام ارشد طالبان با ادعای برخی مطالب تلاش می کند ضمن قابل قبول و خوب نشان دادن وضعیت افغانستان کشورهای جهان را برای به از شناختن طالبان و برقراری رابطه با این حکومت متقاعد کند همکارم علی اکبری گزارش می دهد امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در مطلبی که به وبسایت خبرگزاری الجزیره فرستاده، دلایل متعددی برای اینکه جامعه جهانی طالبان را به رسمیت بشناسند بیان کرده است. او بدون اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی و فقری که ملت افغانستان در آن به سر میبرند مدعی شد که یک سال و نیم پس از تحولات 15 آگوست 2021 زمانی که طالبان کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفت وضعیت این کشور به شدت امیدوار کننده است وی همچنین در ادامه ای ادعاهای پوشالی خود بدون اشاره به بحرانی بودن اوضاع امنیتی و قتل و کشتار در افغانستان که جهانیان ده ها نمونه آن را در کشتار شیعیان اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام دیده اند گفت وضعیت امنیتی به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. با وجود پیش بینی ها از سوی منتقدان دولت جدید در کابل سطح خشونت در 18 ماه گذشته به شدت کاهش یافته و همچنان به پایین ترین حد خود ادامه می دهد. گفتنی است در حالی که همه ارکان حکومت در افغانستان در دست طالبان است و هیچ گروه حزب تیفی یا جریانی اهم از شیعه یا غیر شیعه در آن مشارکت ندارند این مقام طالبان در ادامه ادعاهای واهی خود گفت ما به تنوع و تاریخ غنی خود افتخار میکنیم ما به تحمیل اراده اکثریت بر اقلیت اعتقاد نداریم از نظر ما هر شهروند کشور جزء جدایی ناپذیر یک کل جمعیتی است اما روزنامه ایندیپندنت با اشاره به این مطلب نوشت به رغم تمامی این سخنان و لفاظی ها نگاه منتقدان و کارشناسان بر وضعیت کنونی افغانستان به گونه ای دیگر است آنها با اشاره به حملات بیوقفه داعش به غیر نظامیان تامین امنیت ادعایی متقی زیر سوال بردند در بعد اقتصادی به بیش از دو میلیارد دلار کمک بلاعوض جهانی به افغانستان اشاره کرده و گفتند که اثرات منفی حضور طالبان در افغانستان قابل مقایسه با بحران ناشی از تحریم جهانی نیست. در زمینه مبارزه با فساد نیز افشاگری های رحمت الله نبیل درباره حیف و میل پول خزانه دولت نشان می دهد که در فاصله 19 ماه گذشته 60 میلیارد افغانی معادل 700 میلیون دلار از پول اواید گمرکات صرف مصارف غیر رسمی حیبت الله رهبر طالبان شده است. از سوی دیگر گزارش هایی وجود دارد که رهبران طالبان به شدت در حال انباشته سرمایه به صورت شخصی هستند. فساد اداری مانند گذشته رواج دارد. سازمان ملل متحد در اوت 2022 و در سالگرد سلطه طالبان بر افغانستان برآورد کرد که طالبان در یک سال حکومتداریشان 700 هزار شغل را از بین بردند یعنی 700 هزار نانآور خانواده دیگر امکان آوردن لقمه نان بر سفرهشان را ندارند سطح فقر به میزان 20 سابقه 90 درصد رسیده یعنی میتوان گفت که تمام مردم افغانستان در حال حاضر فقیرند بیش از 20 میلیون شهروند افغانستان به کمک های جهانی وابسته و در صورت نبود این کمک ها احتمال وقوع فاجعه انسانی وجود دارد علی اکبری اخبار شیعه